آقای احمد پور داوود مدعیه که ملکی رو از آقای مرتضی صنوبری خریداری کرده، اما آقای منوچهری مستأجر آقای صنوبری که 15 سال در اون منزل اقامت کرده حاضر به تخلیه ملک نیست. آقای منوچهری مدعیه که 15 سال پیش وقتی که این خونه رو از دوستش مرتضی صنوبری اجاره می کرده مبلغ ودیعه رو تمام و کمال پرداخته و در تمام این سالها هم با خود آقای صنوبری در تماس بوده. حالا هم تا زمانی که با خود آقای صنوبری صحبت نکنه حاضر به تخلیه ملک نیست. قیام کنی. بفرمایید. باید دید در شرایطی که وکیل آقای صنوبری به جای ایشون در دادگاه حاضره چه کسی حقیقت رو به زبون میاره و سرنوشت این منزل چی میشه. بازیگر این آقای منوچهریه؟ بله، هم بازی میکنه و هم تدریس میکنه. خیلی هم خوب. چند ساله؟ از بدوش 50 سال. ماشاءالله. بسیار خوب. آقای سهراب قربانی شما هستی؟ بله آقا جان. شما وکیل حقوقی آقای صنوبری هستی که ظاهراً ایران هم تشریف ندارن. بله آقا. چند سال الان نیستن ایران؟ 15 سال فکر کنم. 15 سال ایران نیستن. بله. خیلی خوب. شما الان درخواست اجاره بهای معوقه رو کردی؟ بله آقا جان. و تقاضای تخلیه. درسته؟ بله. شما مستأجر آقای صنوبری هستید. بله. توی این 15 سال اجاره بها رو پرداخت نکردین، افزایش اجاره بها رو هم لحاظ نکردین. الان ایشون میخواد که ملک رو شما تخلیه بکنی. یه توضیحی بده آقای. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای قاضی. سلام. بنده وکیل حقوقی آقای صنوبری هستم. آقای پور داوود وکیل مدنی ایشون هستم. با توجه به اینکه آقای صنوبری 15 سال پیش یه وکالت کاری به ایشون دادن و طبق قانون ایشون نمیتونه شکایت بکنه، بنده به عنوان وکیل حقوقی در خدمتتون هستم. ممنون. بسیار خب، به من بگو که الان توی این 15 سال چرا موکل شما هیچ وقت قرارداد اجاره شون رو به ایشون تمدید نکردن؟ به خاطر اینکه حاج آقا ایشون هیچ موقع زیر بار نمیرفت. چرا دروغ میگی؟ من دروغ میگم؟ بله. آقای منوچهری رعایت کنین دیگه. مدرک شرم قول. خیلی خوب. آقای قربانی شما میفرمایید که آقای پور داوود وکیل مدنی و کاری آقای صنوبری هستن. بله آقا جان. شما بفرمایید بشینید. خود آقای پور داوود تشریف آورده. متشکرم. بفرمایید. سلام علیکم آقای قاضی. سلام آقا. خب آقای پور داوود. بله قربان. این وکالتنامه مربوط به شماست، درسته؟ بله آقا. شما از تاریخ 8/9/85 از آقای صنوبری وکالت کاری و مدنی داری. بله آقا. درسته؟ در خصوص املاک و حسابای بانکیشون. خب مشکلی هست. الان چه سالی هستیم؟ 1400 قربان. خب چند سال گذشته؟ الان دقیقاً 15 سال قربان. سوالم اینه که شما تا الان یا تو این 15 سال یادتون نبود که بحث افزایش اجاره بها یا نه؟ یعنی بله. یادتون نبود؟ نه آقا، من ایشونو تازه نشناختم. خب بنده از سال 85 خدمت ایشون ارادت دارم. چطور؟ ما همسایه ایم ناسلامتی. آه توی یه آپارتمان زندگی بله میکنم. آقا یه ملک قدیمی 2 طبقه است. خب طبقه پایین مال آقای صنوبری بود که از سال 85 ایشون اجاره کرده نشسته. طبقه دوم هم که متعلق به بنده است. البته من خودم هم قبلا مستأجر همین آقای صنوبری بودم. خدا خواست و من منزل ازشون خریداری کردم. من به تازگی یه مسافرت داشتم خارج از کشور آقا. کجا؟ آلمان قربونت، فرانکفورت. بسیار خوب. تشریف بردی؟ من از این پولا ندارم. آره آقا. اونجا من اتفاقی آقای صنوبری رو دیدم. دیدم بنده خدا مشکل مالی داره. گفتم آقا من مشکل مالی شما رو مرتفع می‌کنم. شما هم راضی شو که واحد طبق پایین به من بفروشی. ایشون هم راضی شد و من خریدم. البته من وکالتنامه هم به هر حال داشتم از ایشون. بله دیدم وکالتنامه شما رو دیدم. شما شغلتون چیه؟ آقا من سمساری دارم، عتیق فروشم.
تشریف آوردین جنس عتیقه چیزی خواستیم من در خدمتم آقا. نه خیلی ممنون، لطف دارین شما، یعنی میز و صندلی من عتیقه است، میخوای وردو ببر. اختیار دارین. والله به خدا قیافه شما اصلا برای من خیلی آشناست. حالا مطالبت چیه؟ من میخوام ایشون آقا تخلیه کنه ملکو، تخلیه و خلع ایت. اینو باید وکیلشون درخواست بده. آقای قاضی اجازه میفرمایید؟ بفرمایید. بنده از طرف آقای صنوبری تقاضای تخلیه ملک و پرداخت اجاره های معوقه رو دارم. بسیار خوب، بفرمایید بشینید. متشکرم. اینو تو استلام بگیر برام بده. خیلی خوب. آقای منوچهری اشتباه از خودت بوده. شما تو همه این سالها که اونجا نشستی اگر بخوای بحث افزایش اجاره بها رو محاسبه بکنی تقریبا رایگان تو ملک نشستی. متعاله اصلا اینو رها کن. ایشون وکیل کاری و مدنی آقای صنوبریه، میگه باید ملک رو تخلیه بکنی. شما همین کار رو انجام بدی دیگه. ببینید آقاسی، من اگر امروز اومدم توی این دادگاه برای این بود که من صدا و تصویر آقای صنوبری رو بشنوم. صدا و تصویر آقای صنوبری تو دادگاه برای چی بشنوی؟ خب بهشون زنگ بزنیم باهاشون صحبت بکنیم. ببینید از روزی که من منزل رو از آقای صنوبری اجاره کردم، خب ایشون قصد داشتن چی؟ برن مهاجرت کنن برن. من رو که دیدن برگشتن گفتن که منوچهری جان تا هر وقت که میخوای اینجا بشین. ولی خب قراردادم ننوشتی. بله مراعاتش کرده آقا، خواسته بهش لطف کنه. به شما چه ربطه؟ ربطی نداره که ایشون به من گفته بشه مراعاتش کرده. مراعاتش چی کرده آقا؟ این بنده که 15 سال مراعاتش رو کرده میشه. آقای پورداوود ببخشید چرا بدون اجازه حرف بزنید؟ ببخشید ادامه بدین. ببین آقا جان، من داشتم دنبال ملک میگشتم، پول کمی هم داشتم. آقای صنوبری دوست چندین ساله من رو دید، مسکن رو نشون به من داد، من خوشم اومد، گفتش کی از تو بهتر. خب رفتیم ما تموم کردیم، یعنی یک ساله قرارداد بستیم تموم شد. خب چرا تمدیدش نکردی؟ آها ببینید، من بارها به ایشون زنگ زدم، ایشون گفتن تو سر جات نشستی، هیچ کی نمیتونه تو رو بیرون کنه. من برگشتم به این اکتفا نکردم. خب به این آقا برگشتم گفتم که آقای پورداوود یه قراردادی ببندیم، اجاره نامچه ای چیزی. خب ایشون گفت نه من همچین کاری نمی کنم، درسته من وکیل ایشون هستم ولی یه همچین کاری اجازه ندارم بدون ایشون انجام بدم. خب ایشون برمیگردن فردا میان از من بازخواست میکنن، فکر میکنن که من بودم که اجاره رو زیاد کردم. همین. درست آقا درسته. به هر حال بابا جان اشتباه از خودت بوده. شما تو همه این سالها که اونجا نشستی میگم اجاره افزایش اجاره بها رو در نظر نگرفتی. خب ملک شما تخلیه میکنی بهش بدی دیگه. من حرفی ندارم. خب بارها به اینها گفتم آقای صنوبری بیاد به من بگه ای بابا صنوبری کلید کرده رو صنوبری، توجه میکنی؟ آقا صنوبری بال داره پرواز کنه بیاد اینجا خدمت شما. باشه آقا چشم، هر وقت زنگ زد میگم صحبت کنید دیگه. قصه صحبت کنید منوچهری، صلح و سازش کنید با هم. الان اگر بنابر ادامه اجاره است یه توافقنامه با هم بنویسین اجاره رو پرداخت بکنید. اگر نه تخلیه است اجاره و این چیزا، من فقط تخلیه میخوام، توجه میکنی؟ اصلا اجاره عقب افتاده ایشون به کنار. ایشون اومده حیات خلوت و سقف زده کرده کلاس درس بچه‌ها. خب یعنی از ملک درآمدزایی داشته، به قول این وکیلا چی میگن، از ملک مسکونی استفاده تجاری کرده. خب البته اینم بگم، من درسته که آقا وکیل آقای صنوبریم ولی بدون اجازهش آبم نمیخورم، متوجهی؟ آقا جان من مدرک دارم. مدرک چی؟ ببینید عزیزم ایشون راجع میگه فرهنگ تو دنیا حرف اول رو میزنه. نه آقای منوچهری اطاله کلام نکن برادر من. میگی مدرک دارم، مدرک چی داری؟ مدرک رو کن. چی هست؟ راجب چیه؟ به من بگین، یه توضیحی بدین. مدرک راجب چی داری؟ من تمام اینهایی که میبینی، تمام سندهایی که من پرداختم. بله. الو چندل قاضی چند سال داده داره میگه من سند دادم. 200 تا مال 15 سال پیش بود آقا. این نمونش. بفرمایید سر جاتون. خیلی خوب، مدارکی که شما برای من آوردی برای سال اول اجارته.
الباقی رو شما اجاره پرداخت نکردین که. ببینید آقا جان، مفت نشسته آقا. من دارم میگم من حرف اولم چی بود؟ گفتم که من میخوام صدا و تصویر آقای صنوبری. برای چی گفتم اینو؟ آقا مگه اینجا صحنه تئاتره؟ صدا و تصویر آقای بلند میبینی؟ تو اصلا که اصلا تو اصلا میره تئاتر یعنی چی؟ تئاتر یعنی زندگی. من نمیدونم تئاتر یعنی چی. من در خودتون صحبت کن، از من از این مسئله که به شما رفت داره صحبت نکنید. تو اصلا سمساری تو رو بکن. سمساری آقا یکی از شغلای شریف این مملکته. آقای منوچهری چه خبرتونه؟ آقا به فرهنگ داره توهین میکنه. چه صحبت نکنه. به فرهنگ داره توهین میکنه آقا جون. من میگم آقا اینجا رو اشتباه گرفته با صحنه تئاتر. توجه میکنی؟ داره مظلوم نمایی میکنه. 15 سال کرایه نداده. اینا مال آدمای بگم ها الکی خوشو بشه توه. هر موقع هم که آقا حرف حق میزنی همین جواب میده. چیکار کنم با شما دو نفر من؟ ببین آقا جان، شما که هنری هستی راهکار به من بده، من بتونم شما دو نفر رو کنترل کنم. چه جوری میشه که شما بدون اجازه حرف نزنید؟ الان مدتیه که من زنگ میزنم جواب نمیگیرم از آقای نیست. آقای صنوبری کجاست؟ آقای صنوبری کو؟ خب من همینو میگم. من میخوام بگم که آقای صنوبری شما اون چیزی که نوشتید ارائه بدن به شما. الان شما نسبت به وکالت ایشون ادعایی داری؟ بله، من فقط آقای صنوبری قبول دارم در این صورت، در این زمینه، چون اون مسئله رو برای ایشون میگن. آقای صنوبری به من گفتن آقا جان من برای ایشون نوشتم توی وکالتنامه‌ای که من به ایشون دادم تو نوشتم که آقا جان تا زمانی که من منوشهری اونجا نشستم شما حق نداری بهش بگی. دروغ میگه آقای قاضی. دروغ جد آبادت میگه. توهین نکن آقا. توهین نمیکنم. میگه آقا میگم اینو. اصلا همچی بندی توی وکالتنامه وجود نداره. ایشون از خودش داره در میاد. الان شما میگی من ملکو تخلیه میکنم؟ بله آقا. تخلیه میکنی ملکو؟ تمام. ایشون اینو میخواد. بله. بله ایشون میدونه چی هم مقبشیه. ایشون اینه که میخواد من رو از اونجا بلند کنه. خب چیکار کنه؟ بکوبه، بسازه. ولی آقا ایشون ولی بعد چهار دیواری اختیاری آقا. آقا اونجا بشینی. ایشون میخواد تخلیه کنه. مبارکت باشه. من حرف ندارم. من میرم. اینم چی آقا؟ آقای منوچهری، آقای منوچهری عصبانی میشه آقا. بیاین بیستین سر جاتون. بنشون کلیده رو زمین برده. یه دونه آب معدنی هم براش ببر. فقط به احترام شما چشم، نمیخوام مسئله پیش بیاد. آقا خیلی ممنون، لطف کردید. خیلی دارم میکشم آقا از دست اینا. خیلی دارم میکشم. بازم بهتون بگم، من هر بار با آقای صنوبری تو این 15 سال تلفن کردم ایشون مؤدبانه جواب منو داده. تو همین 6 ماه گذشتم خب تصویری بگم با ایشون صحبت کردم. ایشون نه راجع به تقلیه، نه راجع به تقلیب، نه راجع به فروش، نه راجع به هیچی، نه پاشو نه بشی. آقا من از دست اینا خسته شدم. ملاحظه سن و سالتو کرده قربونت برم. خب دیده آدم ضعیف الحالی هستی. فکر میکنی میخواسته بهت لطف کنه؟ بله آقا. کیه که آقا پول نخواد؟ الان ایشون در قید حیاته؟ به حمدالله بله آقا. من عذر میخوام آقا، من یه خورده تند رفتم. توجه میکنید؟ یعنی چی تند رفتی؟ عصبانی شدم. خب الانم برای صلح و سازش هیچ مشکلی ندارم آقا. درست. ایشون بی خودی داره عصبانی میشه. توجه میکنید؟ من برای صلح و سازش با این آقا هیچ مشکلی ندارم. اجاره رو گفتم آقا مال خودش. خوبی الان؟ من الان خوبم. هیچی نمیخوام بگی. گوش کن حرف منو. بابا جان، بابای من، بزرگ من، آقای من. اصلا الان هیچی نمیخوام بگی. الان خوبی؟ اولویت اینه که حال تو خوب باشه. ببینید، حرفایی که داری. اصلا هیچی نگو راجع به پرونده رو. من هیچی نمیخوام از شما بشنوم. گوش میکنی به حرف من؟ به من اعتماد میکنی؟ میگید حرف نزن. من تمام. من میگم حرف آقای صنوبری با حرف اینا تضاد تضاد داره. اینو صنوبری در خانه اگر کس است یک حرف بس است. برادر من به شما نمیگوشم آقا. خیلی خوب. ایشون الان در قید حیات گفتی دیگه؟ الحمدلله بله. چند سالشونه؟ آقا 70 سال دارم. کجا فرانکفورت گفتی زندگی میکنه ها؟ بله آقا، آلمان تشریف بردن، همونجا هم موندن. خب به من بگو که کی باش صحبت کردی آخرین بار؟ همین یکی دو هفته پیش. دقیقا بگو. حالا یکم شاید بیشتر نمیدونم، ولی همین چند وقت پیش من باش حرف زدم. دو هفته پیش گفتی ها؟
شاید هم یکم بیشتر، عرض کردم. خیلی خوب. ببین بابا جان، این برگر میبینی اینجا؟ از اینجا که من خوب نمیتونم. بیا نزدیک، بیا نزدیک، بیا نزدیک. خودت اذیت نکن. بیا. بلند بخون، با صدای بلند. شما شکایت کردی بابت تسبیب آسیب صدمه بدنی غیر عمدی. آقای قاضی جسارت اول من باید سوال کنم. نه شاکم، تو باز تو زدی مال منو خراب کردی. تو باید صحبت کنی اول. آقا راننده نیسان منم. تو این قانون تعریف شده شما اگر احیانا بلوکی وسط جاده باشه حکمش چیه؟ چی بنشین لایه میکشین اینجا. آقا قاضی اصلا امثال اینا نباید تو جاده باشن. نه شما باید. آقا اینا نه تجربهشو دارن نه قانونشو میدونن، هیچیشو اینا نمیدونن. بعد توی این قانون شما تعریف شما از سرعت مطمئنه چیه؟ دیگه نیسان میره دیگه آقا قاضی. مثلا چقدر؟ آره لند کروز میره. ماشاءالله میره دیگه. طبق استعلامی که از سفارت ایران در آلمان از وزارت امور خارجه آلمان گرفته شده است، آقای رضا صنوبری در مورخ 1 آگوست مصادف با 15 مرداد 1400 در شهر برلین بر اثر بیماری سرطان فوت کرده است. بلند بلند چیکار کرده؟ فوت کرده است. آره آره. اشتباه عرضتون رسوندن آقای قاضی. بفرمایید. این برگه اشتباهی اومده خدمت شما. بفرمایید سر جاتون بایستیم. امکان نداره من خودم باش عرض زدم آقا. خیلی خوب، اگر از اینجا رفتی بیرون، اگر شرایطش حاصل شد که اینجا بری بیرون، برو وزارت امور خارجه اعتراض کن دیگه. من برم وزارت امور خارجه چیکار؟ قربونت برم، من خودم باش حرف زدم. سر جات بیست آقای. دیدید آقا، دیدید من چی میگفتم؟ این کار شد. دو ماه خورده اینا از من قایم کردن. من اینا منو داغون کرده. ببخشید. مگه به من اطلاع ندادی که صحبت کنی؟ مگه به من قول ندادی که صحبت کنی؟ سکوت کن شما. آقای حقیر این شما آقای قاضی ببخشید شما یک نکته رو فراموش کردید. آقای قاضی حاج آقا ببخشید چی رو فراموش کردم؟ از اول دادگاه ایشون همینجور داره به من توهین میکنه. به خاطر همین من حرمت آقای منوچهری آقا من حرمت سن و سال ایشون رو داشتم. یه بار دیگه داد بزنی از دادگاه میندازمت بیرون. یعنی چی آقا؟ هی من هیچی نمیگم، هی تو توهین کن. ولی خدا مرده. دفعه آخرت باشه. شش آقای پورداوود، وکالتنامه‌ای که اینجا به دادگاه ارائه کردی ما همین الان اصلش رو از محضر درخواست کردیم. کدوم محضر رفته بودی؟ 15 سال پیش یادت میاد تو یوسف آباد؟ دقیقا خاطرم نمیاد آقا. من به خاطرت میارم آقای پورداوود عزیزم. وکالتنامه آنتیک هم هست، خیلی قدیمیه. بله آقا. خب مال 15 سال پیشه، محضر 1052 یوسف آباد. آره یه چیزا یادم اومد. بله خب پیش کی بردی سندشویی کردی؟ سندشویی دیگه چی سیغه جاهلت کی بوده؟ بگو من میشناسم. جل کدوم قربونت برم، من اصلا این وصلا اصلا به من نمیچسبه. بذار من بهت میگم سندشویی یعنی چی آقا. من به توضیح میدم سندشویی یعنی چی. بعضی از آقایون یا خانوما هستن شیطون گولشون میزنه، این برگه های وکالت یا سند رو میبرن پیش جائل، بعد اینا با مواد شیمیایی سند یا وکالت نامه رو شستشو میدن، اون قسمتی رو که خودشون نیاز دارن پاک میکنن، هر متن رو که دلشون میخواد به وکالت نامه اضافه میکنن. برای وکالت نامه شما هم همین اتفاق افتاده برادر. من خبری از اون چیزی که شما میگید ندارم آقا. خب، چه اتفاقی افتاده رو من نمیدونم. الان دارم کمکت میکنم دیگه، گوش کن. یه بندی تو وکالتنامه اصل هست که تو وکالتنامه شما نیست. طبق این بند آقای صنوبری اشاره به این کرده که آقای منوچهری تا هر زمان که بخواد میتونه تو این خونه زندگی بکنه. من هیچ اطلاعی از این بندی که شما میگید ندارم آقا. خب این چیزایی هم که میگید به من نمیچسبه آقا. این وصله تن من نیست. من نه جاهلم نه نمیدونم چی سندشویی کردم، اصلا این چیزا نیست. بعدش هم آقا من اصلا از خیلی شکایتم گذشتم. آقا منو چری تا هر وقت خواستی بشی
خونه از مال خودت. من شکایتی ندارم آقای وزیر. آقا بیا بریم. من شکایتی ندارم. آقا من چی؟ بیا بریم قربونت برم. آقای پور داوود. خونه مال خودت هستن. بیا بریم. آقای پور داوود. آقای پور داوود. گوش بده. قاسمی. گوش بده ببین. آقا بفرما. دستمو ول کن آقا. گوش بده. هر چی ایشون بگه فقط همونه. فهمیدی؟ آقای قاضی. یه لحظه صبر کن. یه لحظه صبر کن. آقای قاضی توجه کن آقا. ببین آقا من آدمی نیستم که کار اشتباه انجام بدم. من به خانواده اطلاع میدم. دو تا اتفاق برای شما افتاده. بله. اولا اینکه وکالتنامه شما الان از اساس باطله. فاقد ارزش قانونیه. میدونی چرا؟ شما بگید آقای قاضی من که اطلاعی ندارم. من به شما توضیح میدم. چون آقای صنوبری فوت کردن. وقتی ایشون فوت کنن دیگه وکالتنامه شما ارزش قانونی نداره. دوم اینکه شما مرتکب جعل سند رسمی شدی. نگید آقا. من دوچار من چه جعلی کردم خب شدی دیگه من الان شما رو تحت الحرس به دادستان معرفی میکنم ایشون شما رو نه جا... آقای قاضی از کجا معلومه اون چیزی که برای شما فرستادن درست باشه ممکن اشتباه باشه آره شما ببین یه بار دیگه قاسمی. استعلام بگیرید آقا یه بار دیگه استعلام بگیرید شاید اصلا اشتباه کردم برو اونجا تو دادسرا توضیح بده ولم کن آقا بریم آقای قاضی اینجوری درست نیست من آدمی نیستم که خلافکار باشم من به خالد تیتار میدم اطلاع میدم ولم کن دیگه دست از سر من بردار آروم باش آروم باش آقای قاضی ایشون داره تظلم میکنه آقا به خدا داره دروغ میگه دو دفعه سه دفعه دیگه اینجوری پشت سر هم داد بزنی هر بده بکشی معلوم نیست چه بلایی سرت میاد نکن با خودت این کارو خب خیلی عصبی آه از دست همینجور آدم ها جنون پیدا کردیم دیوانه شدیم خیلی از دست همینجور آدم ها اب نداره بفرمی چشم من باشه یا ببرم چی ببر باید ببینی اگه وراست داره نه خیر نداره باید صبر کنی ببینی چه اتفاقه فعلا بشین کسی هم که کاری باید نداره درشن خیلی دارد شد موفق باشی بازم من از شما عذرخواهی میکنم که صدامو بلند کرد بفرمایید تکرار چند ثانیه‌ای رانندگی مشابه باعث شده پرونده های تصادف مشابه زیادی رو میز دادگاه قرار بگیره. تو یکی از این حوادث که به تازگی اتفاق افتاده یک خودروی وانت با برخورد به گارد ریل چپ کرده. حالا هم راننده که همه زندگیش از بین رفته شکایتش رو به دادگاه آورده تا بتونه خسارت بگیره. سلام آقای سلام سلام سلام. آقای قاضی کجا هست؟ شما آقای افشین سواد کوهی بله. شاکی هستی؟ بله. اون طرف بیستی؟ خیلی هم. شما آقای عزت پور؟ عزت پور، بله. شما نماینده حقوقی را و شهرسازی هستی؟ بله. بشین بره در اونجا. خب، آقای افشین سواد کوهی. بله. شما شکایت کردی بابت تسبیب آسیب صدمه بدنی غیر عمدی. و خسارت حاصله از اون بابت دیه بابت بار ماشینت که میوه بوده درسته؟ برجام و خسارت خود ماشین بله از آقای رزت روی قاسی خیلی خوب خیلی شما و از اداره راه و شهرسازی شکایت کردی برجام خب بسم الله آقای قاضی جسارت اول من باید صحبت کنم نه شاکم تو بازی تو زدی مال من خراب کردی تو باید صحبت کنی اول آقا راننده نیسان منم و باشی روند دادگاه اینجوریه میدونم آقا این راننده وانته من راننده نیسانم نه ربطی به اون نداره ببین کسی که شکایت میکنه اول صحبت میکنه به عنوان شاکی شما به عنوان متهم بعد از خود دفاع میکنی باشو بگو آقا من گوش میکنم صحبت های شما رو من راننده وانت میوه میبرم میبرم باید در مغازه های اطراف شهر قرار داده با میدان تروار ایناست خب یه روز که داشتم تو جاده میرفتم بار میوه میبردم شهرستان یه دفعه دیدم آقا چند وقت پیش بوده یه تقریبا 3-4 ماه پیش بود خب بعد تو جاده داشتم میرفتم این آقا تاریخ دقیقش اینجا هست خب بگو تو جاده داشتم میرفتم این آقا هر چی سو بالا برفا کن چی بالا سو بالا زدیم آقا منم خیلی تحقیق کردم از خودش پرسیدم یعنی نور بالا من علی بیجان
اهل بیرجند. به به. خب بعد سور بالا اینا رو زدیم، هرچی بفکنین متوجه نشد، بعد یه دفعه منحرف شد، ما می‌خواستیم به ما نخوره، یک دفعه رفت سبقت گرفت. بله بچه پررو رو نمیتونست اصلا سبقت بگیره. توهین نکن افشین، توهین نکن. داشت سبقت بگیره، سرعتش هم بالا بود، درسته بالا بود، نمیتونست سبقت بگیره. یه دفعه نزد به ما شاخ به شاخ بشه، من یک دفعه رفتم منحرف شدم، رفتم تو گاردر، گاردر کلا پاره شد، از جا کنده شد، ماشین سه تا ملخ خورد. خب خود تو که میترسی میکشی کنار، چرا میای تو لاین؟ تو بلد بودی؟ چرا نمیکشی کنار من برم؟ آه تافتی جدا بافتی. بعد هم میوام داغون شد، لبرده شدم، ماشینم خراب شد، داغون شد. بعد چیکار کنم؟ خرج زن بچه هم هست، زن بچه هم یتیم میشنن، کی میخواد جواب بده؟ این آقا خرج کجا بیان؟ کلی خسارات بارم باید بزنم، صاحب تروارم باید جریمه کنم، هم از اون کار اخراج شدیم جناب، الان بیکارم، بیکاری هم دیگه داره نمیدونم چیکار کنم. به خدای بفهم واسه چی میگی. اصلا بهتر خدا رو شکر کن که اخراج شدی. بله جان، درخواست طرف لاستم کلا لمس این آقا منو چه جوری زده به ما؟ من ندادم، گاردل زده بهت. دست و پا آسیب دیده بوده؟ جان؟ دست و پا آسیب دیده بوده؟ بله جان، کلا طرف لاستم گزارش پزشکان نمیدونم. این میوه زره که کی دنبال میوه‌هاش میدوید بعد تصادف. این آقا میخواد بده. خرج پدر مادر علی دم هم هست، من نمیدونم چیکار کنم، خرج خودم هم هست، خرج زنم هست، قسط ماشین هم که خرج بودم اونم هست. بعد الان مگه بیمه ایشون خسارت رو نداده؟ چرا؟ تمام داده جناب، درست بیمه خسارت رو مرسوم کرده. خب چیکار کرده؟ مرسوم کرده، یعنی داده. خب ولی خسارت طبق گزارش که به شما دادیم و فاکتورش اینا هست، خسارت بیشتر از اونی که این آقا تقبل کرده و بیمه. تامین دلیل کی برات انجام داد؟ همسایه خدا بیامرز، ان شاءالله که همیشه هست. کی؟ همسایه خدا بیامرز. میگه خدا بیامرز. خدا ایشو فوت کرده؟ نه، نمرده، ولی خدا گفته تا موقعی که معنای امروزی از دنیا نبرد دیگه. این مثال هست. این من با کی تصادف کردم؟ بعد من که نمیدونم، گفت تامین دلیل کردی، من نمیدونستم چیه، گفت خودش رفت تنظیم کرد، انجام داد. خب خدمت شما، چون اگر نمیرفتم اون روز باید به حالت اولیه برمیگشت دیگه، نمیشه تامین دلیل کرد. اون چقدر دقیق برات انجام داده. خب دستش در دمش انگار. این از همه جا شکایت کرده به قاضی، از همه. یه 5 دقیقه از شما هم شکایت میکنه قاضی. آقا نیا چی واسطه مثل آتای سر 4 میلیون نیا کن. خیلی خب، صحبت دیگه داری؟ حرف دیگه داری بابا؟ چرا خسارت ما رو با چیکار کنیم؟ خب اجازه بده دیگه، عجله نکن. ما صحبت‌های آقای عزت‌پور هم بابا دست از جیب در بیار. علاوه خدمت است. صحبت ایشونو شنیدی؟ آقا قاضی اصلا امثال اینا نباید تو جاده باشن. نه شما باید. آقا اینا نه تجربهشو دارن، نه قانونشو میدونن، هیچیشو اینا نمیدونن. آقا یه لاین بر اینا دوچرخه ها طراحی بکن شما، تو همون برم بیان. نه تو باید اینا خون نخیش وان سواره. بعد چی؟ آخه اگه وان سوارم بود یه چیزی. آخ. این کدوم قانون میگه که ما باید یه لاین برای اینا؟ قانون مندرآوردی نیسان سواره. آقا این که من دارم شوخی میکنم، ولی در مجموع میگم این از قانون جاده خبر نداره، سر در نمیاد. قانون جاده چیه؟ تجربیه دیگه آقا. قانونی که خاورسوارا میدونن، نیسان سوارا میدونن. آها، یعنی شما معتقدی که بله قانون راهنمایی رانندگی که الان موجود هست توی آیین‌نامه و مردم میرن امتحان میدن و قبول میشن و گواهینامه میگیرن، برای شما کار نمیکنه. همونم نداره جناب، همه چیز باطل میشه. اون همونم نداره. باش آقای قاضی، اون قانون برای این کسایی که میان تو جاده خطر آفرینی میکنه. این قاری که من میگم تجربیه. شما بعد 10 سال 12 سال بشینید پشت نیسان، حالا شما جسارت رو امثال اینا قشنگ شوفری بکنه، شاگرد شوفری بکنه بدون چیه این قانون میکنه. به این شکل چند سالته؟ 30 سال. گواهینامه چند سال گرفتین؟ 12 سال. شلوم خدا امسال میشه 12 سال. یعنی شما معتقدی که قانون خاص خودتونه دارید؟ آره دیگه، خاص خودمون نیست که، این قانون تعریف شده است. میگم تجربه قاضی رو چجوری بشنو تعریف شده کیه؟ قانون تعریف شده کجاست؟ از خودش من راننده‌های حرفه‌ای، راننده‌ای که میتونن تو جاده خطرآفرینی نکنن. احسنت. استاد من یه چند تا سوال دارم. توی این قانون تعریف شده شما اگر احیاناً بلوکی وسط جاده باشه حکمش چیه؟ چی برسیم لای میکشن جناب. آقای سوادکویی ببین، چون ناخودآگاه مسکید من دقت کردم الان گوش میکنم، هر 10 ثانیه یه بار حرف میزنی. عادتش. من ازت یه خواهشی بکنم، میشه زمانشو ببری بالا، بکنی 2 دقیقه
مثلا تا 120 ثانیه بشموری بعد صحبت کنی که من بتونم دادگاه رو ببرم جلو. قول نمیدی ولی سعیمون اگه چرت و پرت بگی جوابش میدی. تلاشتو بکن. این نمیتونه آقا قاضی. بعد تصادف تو یه دقیقه 60 بار رو من هر باره میگم من تو ماشین گفتم نیا گفتم نه امام چیزی تو ماشین بفهمم که تو با فاکو زدم صدام که ببین کی سوبالا داد من با چی زد میام صدا که نمیتونم مجبورم با سوبالا با فاکو میگم بره اونور. شما با برفاکو به ایشون گفتی برو اونور؟ گفتم همین دیگه آقا قاضی من نرفتم مجبور شدم آخر من با کی تصادف کردم نه والله چچرم خب استاد دست جیبت گفتم در بیا من عادت حکم بلوکای وسط جاده از نظر قانون شما چیه؟ بله سبقت ممنون آفرین یعنی هر وقت این بلوکا رو ببینی سبقت نمیگیرین نمیشه گرفت نمیشه گرفت اگر این بلوکا نباشه چی؟ اگرم نباشه دیگه حالا میکشی که نه میری دیگه اگرم جلوت ماشین نبود که بسم الله لاین خودته دیگه میری دیگه میری آره. بعد استاد سوال دوم و مهمترم از شما اینه که یک خط سفیدی وسط جاده هست دیدی که یک دست زیبا و مهمتر بله. میتونم بپرسم در قانون شما تعریف این خط سفید چیه؟ آقای قاضی اون خط سفید درست کنم خدمتون یه خطی که بشه دادم کارش درست یعنی چیز خوبی هم هستش. خب ببین آقای قاضی میگم تجربه اینه یه مثال براتون میزنم شب آقا تاریک چراغی نیستش نوری نیستش شما یه چشم میدی به اون خطا خدای نکره از جاده خارج نشی نه تو لاین روبرو چرا لاین بغل که حالا خطر آفرین بشه پس کار میکنه تو قانون شما بله. خط احسن بله. این تعریف مفهومیه درسته این تعریف دیگه... شما میگی مفهومیه دیگه مفهومه آفرین بعد به من بگو که یه خط دیگه هم اگه دقت کنی ما داریم که این خط بریده است خب اون تعریف مفهومیش چیه تو قانون اتفاقا شما؟ اون خیلی خوبه آقای قاضی چرا چون بیشتر شما دقت میکنی یعنی بریده باشه بهتره ببین شما قشنگ دقت میکنی ای دقت که دیگه خیالت راحته یه راست که ممتد که باشه ممکنه چشت بپره میشه. نه چشت میپره چشمو خسته آره. میکنه مثل جاده های کویری میمونه آقا راننده آره. جماعت خسته شما جاده چالوس که میری چون هی پیچ و خم داره چشمت خسته میشه این همه مستقیم میره جناب آره آفرین خیلی خوب تعریف خوبی میکنه بره. بعد توی این قانون شما تعریف شما از سرعت مطمئنه چیه؟ سرعت مطمئنه دیگه نیسان میره دیگه آقای قاضی ماشاءالله چقدر آره لنکروز میره دیگه بستگی داره آقا چجوری رسیده باشی به موتور عرض کنم خدمت تقویه شده باشه شما تقویت کردین استاد خیر تقویت شد خیلی خوب شما سرعت مطمئنتون چقدر 140 150 تو اون پیچ خطرناک درسته حالا اون روز حضور زن ندارم چقدر سرعتم بود بارتون چی بوده جسارتن استاد عرض کنم خدمت بار ماشینتون چی بوده بفرمایید بار ماشینم میره بجنم چی بوده؟ خوردی اونا رو؟ آقا مؤدب باش دارم ازشون سوال میکنم منظورم خود حیوانی بود خب چقدر بار ماشین زده بودی؟ دو تون تا خرخره ماشین تو بار زده بودی؟ مک احسنت بهت خیشو دو تون بار ماشین کردی؟ بیشترم میزنم با 140 تا سرعت تو اون پیچ خطرناک داشتی میومدی بعد سبقت هم گرفتی احیانا اون خط سفید و زیبای وسط جاده رم چون روز بوده دیگه بهش نگاه نکردی چون میگی فقط شبا به اون نگاه میکنی دیگه درسته؟ بچه خب الان ماشینی بنده خدا رو ببینیم خواست خدا بود جون سالم به در بردیم نگاه شما شکایت کردی علیه آقای احمد مهرابی به اتهام کلاهبرداری بله هر سه نفر تشوقو اسمی آقا اسم که زیاده احمد فامیلی مرسوم هم که مهرابی خانم بابت این که نمیشه شکایت کرد که شما به ایشون پول پرداخت کردی؟ بله متاسفم چقدر؟ 250 میلیون آقای قاضی من این خانم اصلا تو عمرم ندیدم تو از من از همه اینا بیشتر پول گرفتی چه جوری منو نمیشناسی؟ آقای قاضی ایشون منو اخفال کرده من اخفالت کردم من قبل از اینکه با صفحه سهراب شروع به کار کنم ایشون به من پیام خصوصی داد تو چقدر بدت میومد باشه آقا شما انکار کن منو نمیشناسی ولی از قدیم گفتن دیوار هاشا بلنده الان طبق قانون این بلا رو سر ماشین ایشون آوردی دیگه درسته؟ همین آقای قاضی من بهتون میگم که این قانون نمیدونه اگه میدونست خب آقای قاضی سه تا نور بالا میداد من صورتام کم کم میمونم لاین خودم اون مال کسایی که میخوان نه که تو ماشین هی دست تکون بده به من دیدم یه کله اومده بینه داره دست تکون میده
قانون باید بدونه نمیدونه آقای قاضی. آفرین. ما حرف میزنیم تو جاده با هم با نوربالا. میفهمم. جناب قاضی ماشین قسطم داشت. بیا گاردلم زده چیکار کرده؟ پول اینو گاردلم باید بدی بخره دیگه. خیلی خوب. بسیار خوب. از حلقوم میکشم بالا اونا. آقا شما لطف کنید تشریف بیارید. خودتون معرفی کنید. محسن قیاسفند هستم. نماینده حقوقی اداره راه و شهرسازی. خیلی هم خوش اومدی. متشکرم. آقای قیاسفند، الان یه گزارشی روی میز من هست. بله. کارشناس عمرانی دادگستری. بله. این یک. دو، پلیس راه و مأمور راهنمایی رانندگی. بله. یه مطلبی هست. کارشناس عمرانی دادگستری عنوان کرده کیفیت گاردریلای کنار جاده مطلوب نبوده. متوجه هستی؟ بله. این مطلوب نبودن کیفیت گاردریلا باعث شده که ایشون از شونه خاکی جاده خارج بشه، ماشینش چپ بکنه، اون بلا سر ماشینش بیاد. چه توضیح داری بدی؟ بله، گاردریلا رو ما بر اساس سرعت ماشین و خب چقدر؟ اقلیم خیلی خوب. خیلی خوب. حد اکثر بر اساس چقدر سرعت شما؟ حد اکثر 120 و 130. 130 130 130. خدا پدرتو بیامرزه. سرعت ماشین ایشون هنگام رانندگی، اینجا گزارش من از خودم صحبت نمی کنم و میدونی که مستند با شما صحبت میکنم، در زمان رانندگی سرعت ماشین ایشون 90 کیلومتر در ساعت بوده. چقدر اختلافه با اون سرعت معیار شما؟ 40 کیلومتر اختلاف داره. خب چرا این حادثه براش اتفاق افتاده؟ چون در اثر سرعت زیاد بالاخره اینجا آقا اکثر تصادفات تو این منطقه دو تا چهار تا. بله. من از خودت دارم سوال میپرسم. شما نماینده حقوقی اداره راه و شهرسازی هستی، میگم چقدر معیار شما؟ میگی 130 کیلومتر. بله، فرمایشتون. وقتی شما این گارد ریلا رو میدین براتون میسازن. بله. یه معیاری رو تعیین میکنید دیگه. بله. درسته. هر منطقه اقلیم براتون مهمه، سرعت براتون مهمه. بله، درسته. اون منطقه براتون مهمه، غیر از اینه؟ خیلی خوب. یه مطلب دیگه، این چندمین تصادف داره اونجا اتفاق میفته؟ طبق گزارش ها 7-8 تا. من چند تا؟ 7-8 تا. دقیقشو من بهت میگم. 12 تا تصادف اونجا اتفاق افتاده. الان یک سال اونجا داره این اتفاق هی تکرار میشه. 4 تا از این تصادفات منجر به فوت شده. جان مردمه. بله، درست میفهم. نمیخواین اینو لحاظ بکنین؟ چرا، حتما انجام بدیم. کی میخواین انجام بدین؟ در اصل ان شاء الله در 10 سال آینده. خیر، حتما. خب نه دیگه، نه نمیشه. ببین بابا جان، یه پرونده، دو پرونده، سه پرونده، 12 تا شما پرونده دارید اینجا بابت این قضیه. به شما قول میدم که حتما. 8 تاش منجر به ضرب و جرح شده، آسیب دیدگی شده، 4 تاش فوتی داشته. اگه میخواستین این کارو بکنین تا الان باید کرده بودین دیگه. چشم، من قول میدم که انجام بدن. نه، قول شما برای من مطرح نیست. سلام منو. قانون هستیم. هرچی شما بفرمایید ما انجام میدیم. الان من به شما میگم. خواهش میکنم. شما اولین کاری که میکنی سلام منو به اون رئیس بالای دستت برسون. بزرگتون. بهش بگو که من متاسفانه مجبورم براش قرار نظارت قضایی صادر بکنم. منعش میکنم از هر گونه مدیریت، هم تو اداره راه و شهرسازی، هم تو هر اداره دیگه ای، تا 6 ماه. متوجه هستی؟ بله. بلکه شاید این اتفاق بیفته. شما برین اون جاده رو درست بکنین. نگاه بکن اینجا رو. چشم. بله، سعی میفرمایید. بله. چشم، حتما منم گزارش میکنم. بفرمایید. متشکرم از شما. خب. ببین آقا جان، شما درخواست دیه کردی؟ و خسارت میوه های تلف شدت و خسارت ماشینت، مبلغش هرچی که بشه 50%شو باید اداره راه و شهرسازی تقبل بکنه، 50%ش هم شما. آقای قاضی، چقدر من یه پول بدم؟ بیمه پول داده بهش دیگه؟ نه، ایشون رفته تامین دلیل کرده دیگه. خب کرده باشه، معقوله، اینجا هست. آقا یعنی همه خسارت ها رو من باید بدم؟ 50% شما باید. برای چی 50%؟ من گارد نمیشه که اینجوری نمیشه. یک، سبقت بیجا گرفتی.
سرعتت از سرعت مجاز بالاتر بوده، خودت هم با افتخار وایسادی اینجا، سینت رو دادی جلو، میگی من طبق قانون خودم هر وقت که صلاح بدونم من همچی چیزی آقای قاضی نگفتم. من گفتم آقای قاضی شما اینجا نشستین نمیدونی این جاده چجوریه که خب. جاده برای اینجوری رانندگی کنی. خیلی خب الان هم بازداری از منطق خود دفاع میکنی دیگه. حالا ببین بحث 50% اصلا بذاریم کنار، اون که باید بدی برگردنته. خب یه اتفاق دیگه میفته، من میخوام یه سوال ازت بپرسم. اگه همچنان میخوای بر منطق خودت خب پافشاری بکنی که میگه آقا ما یه قوانین خاص خودمون رو داریم، ما یه قشری هستیم، تو قانون خودمون رانندگی میکنیم، این هم قوانین ماست. اگه میخوای به اون پافشاری بکنی، من یه صحبتی راجع به گواهی نامه‌ات باید دارم. کلا باید باطلش کنی. اگه اگه به منطق خودت پافشاری نمیکنی، کوتا میای بس فرق. حالا من کوتاه بیام بقیه راننده رو میخوای چیکار کنم؟ تو به بقیه راننده ها چیکار داری؟ تو موظفی بر طبق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران رانندگی بکنی، موظفی. حالا اونا شانس اون تخیلات تو که مربوط به دنیای کارتونیه بذار کنار، اونا بریز دور، اون کارتونه. میتونی بری حالا دستگاه های الان هست، دستگاه بازی هست، شب سرعت غیر مجاز هم بری، سبقت غیر مجاز هم بگیری، کسی هم باید کاری نداره. ولی در دنیای واقعی که ما داریم زندگی بکنیم باید اطاعت محض کنی. جوانم هم چی میشه؟ دیگه من منتظرم ببینم جواب تو چیه. چه جوابی آقای قاضی؟ تصمیم بگیر، قوانین مملکتت یا قوانین تخیلیت؟ حالا من تصمیم گرفتم باشه آقای قاضی. بگو تصمیم. شما یه سر به جاده بزن. حالا به جاده هم سر میزنم. چیکار بکنم؟ مقاومت میکنی بگو دیگه. الان چی باید بگم؟ چی باید بگم؟ تو تصمیمت اعلام کن به من. من میخوام تصمیم بگیرم. باشه آقا باشه. درست. باشه چی؟ درست. نه این باشه به درد من نمیخوره. آقا بلند بگو میکنی. تو دادگاه بلند اعلام کن. چیو بگم؟ بجون. بگو دیگه. آقا من درست رانندگی. نه اینا به درد من نمیخوره. با صدای بلند بگو. بگو من درست رانندگی. نه من طبق قوانین بلند صحبت کن دیگه، مثل اول داد میزدی بلند حرف میزدی. قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامیه ایران رانندگیم خواهم کرد. آفرین باش. اعتراضی هم که نداری که. نه جرأت نه. چی؟ نه آفرین. بفرمی نمون اینجا هم خواست. بیراه هر دو شاید به یک مقصد برسن، شاید هدف اونی که راه رو انتخاب کرده با اون کسی که از بیراه میره یکی باشه، اما فقط رسیدن مهم نیست، مسیرم مهمه. این که از چه راهی برسی گاهی از رسیدن یا نرسیدن هم مهمتر. این راهی که ما رو میسازه، شخصیت ما رو شکل میده و روی تصمیم گیری های آینده ما تأثیر میذاره. مراقبه راهی که انتخاب میکنیم باشیم.